شلوم. در این پاراشیوت که الان رسیدیم به پاراشای بو، خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون میاره به توسط 10 ضربت. این 10 ضربت 10 تا معجزه های بسیار عظیم و غیر قابل تصور بودن و ما میخواهیم یک کمی تعمق بکنیم در مورد معجزه، توضیح بدیم که معجزه چی هست، بعدن صحبت بکنیم در مورد اینی که چرا خداوند چنین معجزه هایی را میکنه. نکته سوم اینی که منظور معجزه چی هست، برای کی هست. در این مورد آیا برای مصریان بوده یا برای بنی اسرائیل بوده. و باز موضوعات دیگه ای هست که در بین سخنانمون متوجه میشیم. اول از همه توضیح معجزه یعنی تسلط کامل بر طبیعت و قوانین جهانی. به عنوان مثال ما همه میدونیم که در دنیا قدرت کشش زمین هست و این یک قانون هست که خداوند در درون جهان گذاشته و تمام این کائنات به توسط این قدرت اداره میشن. اگر ترتیب این قانون به هم بخوره، اون موقع یک کیاس هست، یک هرج و مرج و نابودی. معجزه یعنی خداوند نشون میده قدرتش و تسلطش را بر تمام جهان. به عنوان مثال اون ضربت خون که خداوند تمام آبهای مصر را تبدیل به خون کرد، منظور خداوند از این کار چی بود؟ این بود که به مصری ها بفهمونه که شماها قوم یهود را کشتید، بچه های اونها را کشتید و خون اونها را ریختید. و در به چه توسطی؟ به توسط دریای نیل، رود نیل خودتون. پس این میبینیم که معجزه یا ضربت دقیق بوده برای اینه که به مصری ها این موضوع را برسونه، بفهمونه، چون اونها کسی بودند که ترتیب دنیا را به هم زدن، بایستی به توسط مجازاتشون این ترتیب را برگردوند به اون صورت اولیه خودش. و نکته خیلی مهمتر این هست که به یهودیان نشون بده شماها قومی هستید که من شما را انتخاب میکنم و میخوام به شما قوانین زندگی یعنی تورا را یاد بدم و بدونید که تمام زجری که کشیدید بیهوده نبوده و دلیلی داشته، دلیل بخصوصی داشته و الان دارم به شما این پاداش و مجازات را نشون میدم. این یک نکته دیگه ای را به ما میفهمونه و اون این هست که ترتیب این 10 ضربت چرا دفکا یعنی بخصوص این 10 ضربت و به این ترتیب.
منظور از این چی بوده و اگر خداوند میخواست فقط قوم اسرائیل را از مصر بیرون بیاره، مثل اینی که هفدیل ابراهام لینکن اون بردگان را از بردگی نجات داد، میومد میتونست که خداوند همه اونها را کور بکنه یا یک بار یک مرگ و میر بیاره و همه اونها را بکشه یا همه اونها را فلج بکنه یا اون تاریکی را که اوورد بیاره و قوم اسرائیل را بیرون بیاره. ولی نه، به این صورت نبود. منظور دقیق و بخصوصی بود که خداوند به این توسط هم میخواست دنیا را ترمیم بکنه، هم میخواست مصری ها را مجازات بکنه، هم میخواست که ایمان به خداوند را در درون قلوب یهودی ها و در درون روح اونها بکاره این را. و یک دلیل بالاتر از همه اینها که قوم اسرائیل را آماده بکنه برای قبول کردن تورا، که اون بزرگترین معجزه دنیا هست که اونها بیستن در پای کوه سینای و اون عظمت الهی را با چشم خودشون، با گوش خودشون، با بدن خودشون، با وجود خودشون حس بکنن و اون موقع ایمان بیارند به خداوند و به نبوت موشه ربنو، که همچین چیزی هیچ موقع دیگه اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد، همون جور که تورا به ما گفته. پس ما اینجا اگر تعمق بکنیم به معنای معجزه و به معنای تسلط خداوند بر همه کائنات و بر همه قوانین فیزیکی و شیمیایی و هر قانون دیگه‌ای که در دنیا وجود داره، اون موقع واقعاً ما مبهوت باقی میمونیم. و خیلی مهم هست که نه فقط یک چند دقیقه یک چند تا ویدیو ببینیم و این از این معجزات گذر بکنیم، بلکه برای خودمون تعیین بکنیم یک زمان مطالعه‌ای برای 3 ماه 6 ماه که این معجزات را ما تحقیق بکنیم و سعی بکنیم که